حماس در درون غزه اینها رهبران اینها آمادگی حمله را داشتن، حتی احتمالا میدونستن که اسرائیل جواب شدیدی به اینها خواهد داد، اما در منطقه اسرائیلی ها در واقع اینها اطلاع نداشتن، ایرانی ها هم اطلاع نداشتن. یادمون نره که ایران با اینکه تأمین کننده اصلی سلاح و بقیه در واقع اون چیزهایی رو که حماس نیاز داره رو اینا رو ایران تأمین میکنه، اما ایران کنترل مستقیمی بر رهبران حماس در غزه نداره، برخلاف حزب الله که ایران به طور مستقیم کنترل میکنه. یعنی رهبران حزب الله در لبنان دستورشون به طور مستقیم از ایران میاد آیا بجنگیم با اسرائیل یا نه. حماس برعکس اینها هستش که با اینکه حمایت اصلی اینها از ایران میاد اما کنترل کاملی بر اینها نداره. برای این خود ایرانی ها هم مثل اسرائیلی ها و مثل دیگران اینجا سردرگم شدن که چه اتفاقی افتاده. طول خواهد کشید احتمالاً چندین هفته برای ایران که ببینه چیکار میخواد بکنه. مسئله دوم این هستش که اینها منتظر این هستن که ببینیم که اسرائیل چه خواهد کرد. ما میدونیم که الان اسرائیلی ها عصبانی هستن و صحبت های زیادی میکنن. از وزرای اینها وزیر دفاع اینها گفته ما دیگه کاری با غزه اصلا نداریم، اینجا رو بمباران میکنیم و بعد از اون کلا ربطی به ما نداره. مثلا این قضیه احتمالاً در تاثیر خواهد داشت که در واقع بر نقش آینده ایران. آیا اسرائیلی ها واقعا بعد از اینکه داخل غزه بشن از اونجا بیرون خواهند اومد یا نه؟ آیا اینها در واقع وقتی بیرون میان غزه رو رها خواهند کرد و اینا رو مسئولیت مصر اعلام خواهند کرد یا نه؟ بعد این ایرانی ها هم منتظر هستن، رهبران جمهوری اسلامی منتظر این هستن که ببینن اتفاق بعدی چی هستش. مسئله مهم برای من این هستش که همه اطراف وقتی برنامه‌ریزی میکنن، این دفعه برنامه‌ریزی هم نکردن، ولی حتی اگر اینها برنامه‌ریزی دقیقی هم برای جنگ داشته باشن، معمولا در زمان جنگ اتفاقاتی میفته که هیچ کس اینها رو پیش بینی نکرده و هیچ کس توقع نداشت که اتفاق بیفتن، و به خاطر همون هم هست که معمولا جنگ از کنترل خارج میشه و معمولا به جنگ فرسایشی تبدیل میشه. و بین ایرانی ها احتمالا مثل اسرائیلی ها و غیره الان در حال تشکیل و در واقع تصمیم گیری در مورد استراتژیشون در اسرائیل هستند.